خب اینم از این، امیدوارم نوشته باشین که هر بعد دیدین که نفهمیدین یا یکی از دوستاتون نفهمیده این ویدیو رو بهش پیشنهاد بدین ببینه، یا خودتون ببینین یاد گرفتین بهش توضیح بدین. حالا دی بازم چون که دی هست اینجا ما جمع فویندینن هیچ فردی نمیکنه. اینجا ما گفتیم چی؟ میخوام بگم که او هست یکی از بهترین دوستان من، همون مرد، آواز اون باشه. Er ist eine meiner besten Freunde. Freunde. خب حالا میخوام بگیم که او یکی از بهترین دوستان من هست، البته که زن باشه. حالا اینجا فرینده این هست، جمع دوستان مرد. خب حالا میخوایم بگیم زن، میخوایم بگیم که یک فرندین، یعنی یک دوست دختر، میگیم اینه فرندین، یعنی یک دوستی که دختر باشه، جنسیت زنونه داشته باشه. حالا ما اینجا یه ای داریم، اق نداریم مثل قبلی. اگر این ویدیوی جدا از اون ویدیو هست، لطفا اون ویدیو رو حتما ببینید. خب این میشه اینه، چون که این در بود شده بود اینو. حالا چون که اینجا ما این ا میشه او که مرد باشه، میگیم زی، او که زن باشه زی ایست اینه. اینجا ماینا، همون هم ماینا بود که در بود، اینجا هم میشه ماینا، چون که جمع هست همیشه دی به در تبدیل میشه، مهم نیست که جنسیتش چی باشه، در باشه، دی باشه یا داست باشه، جمع همیشه دی فرینده، دی فرندینن و دی کیند. فکر کنم اینجا دوتا این باید باشه. زی ایست اینه ماینو بستن فرینده، هر صفتی به اینش بیاد چی میشه؟ ان میگیره. حالا میخوایم بگیم که یکی از بهترین و زیباترین دوستان من. اوند اینجا بکنیم این، اینن فرندینن. خب بذارید اون زیباترین هم بنویسیم. اینو ایست زی ایست اینه ماینو بستن اوند شنستن فرندینه. زی ایست اینه ماینو بستن اوند شنستن فرندینه. اینم از چی فهمیدیم که ماینا همون ماینا میمونه، چون که دی به در تبدیل میشه در حالت جمع، و اینه چون که چی هست، چون که زن هست، فرندین دی فرندین هست، میشه اینه ماینو بستن فرندینه. به این خاطر اینجوری میشه. حالا مونده فقط داست. خب ما نمیتونیم بگیم یکی از بهترین بچه های من، یه چیز دیگه توضیح بدیم بهتره، چون که بگیم یکی از بهترین بچه های من، اون یکی ناراحت میشه، میگه نگاه اینو بیشتر از من دوست داره. به این خاطر نمیگیم بچه رو، نمیگیم. حالا یک مثال دیگه میزنیم. خب اینجا فرندینن بود، اینجا خب حالا میخوایم بگیم یک بچه چی میگیم؟ میگیم این کیند، این کیند. حالا اینجا یک کمی باید با قول آلمانی ها تریکی تریکی باشه، یک کمی باید حرفه‌ای عمل بکنیم. یعنی چجوری؟ میخوایم بگیم که حالا آرتیکل داس چی بگیم؟ مثلا آرتیکل داس میگیم داس بوخ، داس بوخ. حالا میخوایم بگیم یکی از بهترین کتاب های من، میگیم چی؟ میگیم اینس، چون که ما داس بوخ داریم، این اس اینجا باید، یا نمیتونیم بگیم اینس،
میگیم اینس ماینو. نگاه اینجا بازم هیچ تغییری نکرد، در بود شد ماینو، دی بود شد ماینو، اینجا خوندینن، حالا داس بوخ هست جمع شده بازم شد ماینو. ماینو بستن بیشو، چون که جمع بوخ، جمع بوخ میشه بیشو، میشه بیشه دی بیشو. خب بذار یه رنگ دیگه هم استفاده بکنیم، رنگ آبی دلخور نشه. خب اینم از این. حالا فهمیدیم که این چون که داس بود شد اینس، یعنی میخوایم بگیم که این کتاب داس ایست اینس ماینو بستن بیشو، و اینجا هر صفتی بیاد ان میگیره، ماینو بستن شنستن هیلفرایشتن. هیلفرایش یعنی کمک کننده، یعنی چیزی که کمک میکنه. خب هیلفرایش یعنی کمک کننده. ایس هیلفرایش یعنی او آدم کمک کنیه. میتونیم بگیم بستن شنستن هیلفرایشتن بیشو. خب این هم از این. در بود اینجا میتونیم حالا دقیقا اینجا زیک، چون که او زن هست من آرتیکل گفتیم زی، حالا اینجا چون که یه کتاب هست میگیم داس، یه چیز هست. داس ایست اینس ماینو بستن اون شنستن بیشو بیشو. خب اینم از این. امیدوارم که کمکتون بکنه در آلمانی یاد گرفتن، و اگر دیدید اگر میخواید که ادامه ژنتیو رو در حالتهای مختلف، مثلا اینجا گفتیم که مثلا هادی ایست، یعنی هادی چوپان یکی از بهترین ورزشکاران جهان هست، ورزشکاران جهان هست، اگر دوست دارید اینو در، چون که داس اگر مفرد باشه میشه دس، دی چی هم باشه تکی هم باشه میشه در، در هم میشه دس، در و داس میشه دس، دی میشه در. اگر دوست داشتید اینم توضیح بدم لطفا در کامنت ها بنویسید، اگر گرامر دیگه ای هم بازم متوجه نشدید بگید به من اطلاع بدید، مجانی میام براتون توضیح میدم و یاد بگیرید. پس اینم از این ویدیو، تا ویدیو بعد به زودی بدرود.